د هیله ورکوونکو غوګونو د خبرونه لړۍ ته خرغلاست مونږ د هیله ورکوونکو غوګونو لمړی خبرونه له هرات ولایت نه شروع کړه چې د دې همدې خبرونه په دوام نن په کابل او پراتلونکو څو ورځو کې به په ننګرهار ولایت کې د هم د ځوانانو په استعدادونو لاسترولونو او ستونزو باندې له څېړونکو او تکړه ځوانانو سره خبرې وکړو تر څو د ځوانانو پر وړاندې پرتی ستونزې سره شریکې او د هغو لپاره د حل لارې چارې پیدا کړو د هیله ورکوونکو غوګونو لومړنۍ خبرونې مونږ ته دا ثابته کړه چې افغانستان ډېر تکړه او با استعداد ځوانان لري چې دا هیواد شپېته سلنه همدا ځوانان تشکیلوي ځوانان د ټولنې یوه داسې سرمایه ده که د ټولنې د پرمختګ لپاره سره لاسونه یو کړي نو د سترو بدلونونو لامل ګرځېدای شي په ځانګړې توګه هغه ځوانان چې د سواد په ګاڼه سنبال دي د دې تر څنګ دوی کولای شي خپل ارزښت په ټولنه کې وپیژني او هغه مسؤلیتونو ته متوجه شي چې دوی پورې اړه لري او په ټولنه کې د یو مخلص خدمتګار او خیرخوا انسان په توګه هم دنده ترسره کړي څرنګه چې اوس هم د هیواد اقتصادي او امنیتي وضع د ډاډ وړ نه ده خو د ځوانانو ته لازمه ده چې د آینده نسل د پرمختګ لپاره دې له خپل قوي استعداد او حوصلې څخه کار واخلي او هغوی ته د پرمختګ زمینه برابره کړي تر څو آینده نسل د دې ځوانانو د خدمت څخه معقوله ګټه واخلي او پرې نه ږدي چې استعدادونه له هیواده تیخته وکړي په همدې موضوعاتو باندې بحث لرو چې ما سره په دغه خپرونه کې میلمانه دي د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد مسعود او د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې پوهنځي استاد شرفالدین عظیمي د دې تر څنګ په خپرونه کې راسره د مدني ټولنې غړي د پوهنتونونو محصلین او تکړه ځوانان هم شتون لري چې د خپرونې په لړ کې به د دوی نظریات او پوښتنې هم له ځان سره ولرو اول تاسو ته ښه راغلاست خوران ته په خیر راغلئ والله میخوایم استاد شما شروع کنم در باره جوانا تعریفی که شما از جوان دارین اول اگه دیگه ارسه برای بیننده معلومات بتین که واقعا مشخص تعریفی که شما دارین و شناختی که شما از جوانا افغانستان دارین تعریف شما چی هستن بسم الله الرحمن الرحیم صلوات صلوات بر محمد و آل محمد تعریفی که برای جوانا میتن در سطح دنیا چیز دیگه است که تعریف ما میتن برای جوانای افغانستان ما میگم که جوانای افغانستان عبارت از قشر آسیب پذیر است که در 40 در 14 مورد آسیبای حتی آسیبایی که جبران نپذیر است قرار گرفتن تعریفی که عمدتاً برای جوان میتنه ولی میگن که از چند لحاظ از لحاظ اقتصادی بحث میکننش میگن که کاتگوری های معین است که از 18 تا 45 میگیرن در بعضی قوانین میگن که جوانان باید کاتگوری های معین است که از 18 تا 63 میگیرن و تمام کاتگوری هایی که کاتگوری های انسانی که پایین تر از سن 18 است و در حقیقت اطفال شمرده میشه که نظر به تعریف کنونسیون اطفال انجام میتن حالا من شناخته که از جوانا داره مندتن من فکر میکنم که جوان ما سن 18 تا 45 مطرح میشه یعنی شما بسیار دوستار بینین که موقعی که از سن 18 بلند میره تا 45 نمیرسه در 45 به پیری میرسن ای در حقیقت یک حوزه ناانجار روانی است که بهتر دکتر سر از او بحث خواهد کرد که چگونه جوان ما در حین جوانی میره به پیری از این لحاظ فکر میکنم که بالا جوان توجه تا هنوز آنچنان کس صورت نگرفته و تعریف مشخصی که در کشورهای دیگه از جوان میته که جوان عبارت از یک موجود دارای پر انرژی دارای استعداد و دارای مهارت و آماده کار کردن به خاطر بیرون کردن یک محصول تولید است او را در افغانستان ما نمیبینیم او چیه چیزی که ما در پوهنتون بحث میکنیم همین تعریفی که بر شما انجام دادم چیزی که در پوهنتون بحث میکنیم در دانشگاه ها متاسفانه که در افغانستان رو دیده نمیشه بله تعریفی که شما کردین این مردم سر از اونها معتقد نیستن فرندشات فعلی افغانستان من فکر میکنم که نسل جوان در افغانستان تا هنوز به او حد که ما به او تعریف اینا را داخل یک چوکات بسازیم متاسفانه داخل نشده همدن نگذاشتن و در حقیقت بعض کاسی های فراوان دیدم دیده شده از لحاظ پالیسی ها که در حقیقت و عدم توجه بسیار فراوانه که بالای جوان است ببینید که جوان های ما در سطح در افغانستان عمدتا به دو کار بسیار کلان مصروف هستند جوانی که میتونه مواد مخدر ایجاد کنه و مواد مخدر انتقال بده و مواد مخدر بفروشه جوانی که در صحنه های نبرد به چی از طرف دولت و چی از طرف اپوزیسیون به کی بجنگن و خون یکی در برزانن و فقط ویرانی کنن و ارزش ایجاد نکنن او جوانایی که در حقیقت ارزش زا هست در درون
جایی که آرام است بر از اونها پالیسیه که بتونه اونها را استفاده کنند در جایی که بتونه ارزش ایجاد بکنه او وجود نداره ولذا هیچ جوانی که ارزش ایجاد نمیتونه ما مجبوراً باید ایره انتقالش میتیم به یک منبع ذخیره کار ارزان برای کشورهای همسایه بله افغانا بسیار خوب است برای کشورهای همسایه خوب منبع کار فیزیکی است برای مافیای بین المللی خوب یک دهقان کشکننده کوهنور و غیره است برای کسایی که دستگاه استخباراتی و غیره خوب یک عسکر است که خوب میتونه بجنگه او فقط با چند صد دلار که برش میتنش از این لحاظ من فکر میکنم این قشر که 65% از تمامی ما را تشکیل میکنه و 65% اگه شما حساب کنید که از لحاظ 30 میلیون که 18 میلیون نفر میشه و از 18 میلیون که باز بیکاری زیر با وجود بیارن که باز 65% من میگم که 65% که در حقیقت بیکاری فصلی رو جمع کشی 65% که 12 میلیون ما مصروف چنین کاری است یعنی معنا داره که این یک فاجعه میره که فاجعه شد که بعدتر باستش بحث میکنیم که چگونه این جوان ما که حاله حتی میبینیم که ما برای جوانهای خود نمی حرکت های سیاسی انجام میتیم به خاطر از اینکه جوان ما جذب کنیم و جوان نگذاریم که فریاد بکنه و در خط به خودش برسه برای اینا پوانتون های مشخص انستوتا و غیره میسازیم و بدون از اینکه منبعی که جذب کنه این جوان او را شما ای را ما پلان کردیم برشان شما چند سال بعد در خط این فاجعه تحصیلات عالی را میبینین وقتی شما تحصیلات عالی میبینین تحصیلات عالی در خط قشر از جوان است که در اونجا داخل است یعنی بیشتر از 100,000 نفر کیفیت و کمیت فراهم میشه حتی کیفیت و کمیت چی که ما فکر میکنم که ما عمدتاً پلان به خاطر یک نوع سیاسی است پلان به خاطر ظرفیت سازی کار میگیریم ولی ظرفیت های معینی که ایجاد میکنیم در جایی که معینی که باید جذب شود وجود نداره لذا از این خاطر ما میگیم که یک منبع کلان ذخیروی کار ارزان و حتی رایگان کشورهای همسایه به خصوص اینجا است و در بیرون هم چنین چیز شده تشکر میکنم سوال انشاءالله پس به شما برمیگردم این سی استاد به نظر بانی تعریف چی تاسو دی زوران چه طوله که دی افغانستان بانی و بستر و تپکتو سر دلتا نسبت دی نولنی زوران سر تفاوت بانی بانی که بحث و کاول مشخص تعریف فکر راشو واقعا اگه دی افغانستان طول نپوس شپیته سن زوانان تشکیلی خوب که و گروه ترکم از پر واقعا دی زوانان و دغ استعدادون سخت سمرا کار اخصر شویدی او ترکم از پر دویتا در فرصت ورکر شویدی ترسو زوان وخی خلکو تنالی تا وخی چی واقعا دوی توانیگی به هر برخه که دوی خیل اصلا نوالی دیر که خبری تو مو اشاره کل اول خو زما سلامون همون منی تاسی هم دوستانم و استاد مسودم دی زوان تعریف دی اروپوهن دل نظره په ځانګړي ډول د اروپوهنې د ودې د حوزې په برخه کې انسان په ټوله کې د خپل ودې د خپل انکشاف او د خپل رشد څو پړاوونه لري چې د انسان یو لوی پړاو یا یو لوی مرحله وروسته مخکې له دې چې دنیا ته راسي طی کیږي یعنی دغه نهه میاشتې چې دی د مور په رحم کې تیروي دا یوه د ودې او د رشد مرحله ده وروسته له دې چې دنیا ته راځي په دنیا کې خپله بیا څو پړاو یا څو مرحلې لري چې په وړکتوب کې ورته زیږون بیا وروسته وړکتوب بیا ماشومتوب بیا بلوغ بیا تنکی ځواني بیا زلمیتوب بیا ځواني ځواني ده چې حدودا تر 50 کلو پورې دوام کوي دغه تعریف معمولا د ارواپوهنې د ودې برخه ورکوي ارواپوهان د ځوان لپاره خو او دا چې ځوان څومره وړتیا لري څومره استعدادونه لري څومره انرژي لري دا هماغه ډول چې استاد هم اشاره ورته وکړله ځوان زه په دې باور یم چې ځوان د خورا ډېرو وړتیاوو استعدادونو او انرژي خاوند ده یوه خورا عظیمه او ستره خورا عظیم او ستر پوتنشیل پکې پروت ده په ځوان کې خو هماغه ډول چې مې اشاره وکړه مخکې له پیدایښته او وروسته له پیدایښته د دې استعدادونه ځپل کېږي دی ودې رشد او انکشاف ته نه پرېښودل کېږي زه به یو مثال درکړم زه خپله د دې ټولنې یو ځوان یم کله چې زه ماشوم ومه او پلار به مې دندې ته ته وظیفې ته به ته نو ما ته به یې ویلې چې زویه که راکټ راغی هڅه وکړه چې په داسې پروت وکړې چې لاسونه دې په مځکه ولګېږي یعنی هڅه وکړه چې د ځنګانه سترګه دې په مځکه ونه لګېږي ځکه چې یو خو به د ځنګانه سترګه خوک سي او بل کېدی سي چره در باندې ولګېږي یعنی د ما ماشومتوب په باروتو کې تېر سوی د ما ماشومتوب په جګړه کې تېر سوی دی ما ماشومتوب په جنګ کې تېر سوی ده واضح خبره ده چې کله چې زه ماشوم وم
او باروت متنفس کوله ام دغه سي دما په گاونډي هيواد کې دما په اروپאי هيواد کې دما په امریکایي هيواد کې دما په استرالیي هيواد کې ځوانانو گیم واه لوبي کوله خپل مغز ته او ذهن ته انکشاف ورکاو خو دما له ورتیا او دما د نور ملګرو او د همزوب له ورتیاونه پاره ډول چې باید کار اخسل سوی وای استفاده سوی وای نه ده سوی یعنی دا اوس هم په ډیرو یعنی زه تقریبا د کلی او د ښار سړی یم ځوانم دا اوس هم زه په ډیرو کلیوالو سیمو کې وینم چې ډیر ځوانان د موږ د ور د جګړې د تربګنیو د تعصبونو او د نورو خورا خورا لوړو ستونزو خورا کېږي بله ځینې مخکې مې اشاره ما وکړه چې بستر ما ورسره یاد کړو کنه دغه ناخواله چې له بده مرغه موږ تاسو په هیواد کې درې څلور لسې د بدبختۍ چې تېرې شوې د تر کومه پورې واقعا تاسو ورته اشاره درلوده چې په ځوانانو باندې ناوړه اغېزې درلودې خو دې تر څنګ که وګورو په همدغه شرایطو کې بیا هم د افغانستان تکړه ځوانان توانېدلي دي په نړۍ کې هغلته د افغانستان بیرغ په رپولو باندې راولېدې تر څنګ په تعلیمي برخه کې په د سپورت په ډګر کې هم دوی همیشه غټ افتخارونه افغانستان ته راولې دي دا تر کومه پورې واقعا د یو ښه استعداد ښکارندوی کوي او د افغانستان نفوس ته په کتو شپېته سلنه واقعا تر کومه پورې کولی شي چې دوی د دغه استعداد څخه په کتو سره ښه مدیریت هم ترسره کړي استاد مخکې یوې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه د لوړو زده کړو ستراتیژۍ ته اشاره وکړه زه یو موضوع غواړم تاسو سره شریک کړم افغان ځوان افغانه ځوانه چې دواړه په دواړه معمولا پکې را حسابېږي دې ته د تحصیل او د تعلیم جوګه تر اوسه پورې هم اول سیاست خبره کوي بیا لوړې زده کړې او پوهنه خبرې کوي یعنی کله چې دلته یوه غونډه نیول کېږي یوه جرګه نیول کېږي یو پروګرام نیول کېږي ټول پوهنتونونه رخصتېږي دلته د یوه مراسمو لپاره د یوې سیاسي غونډې لپاره لوړې زده کړې پرچاو کېږي مکتبونه تړل کېږي پوهنتونونه تړل کېږي ټول شیان یعنی دلته تر اوسه پورې هم اوله خبره سیاست کوي تر اوسه پورې هم دلته لوړه بودیجه لوړې پیسې تر اوسه پورې هم متاسفانه په نظامي او سیاسي چارو مصرفېږي له هغو پورې چې دغه ځوان ته یعنی ما او تا ته شخصا د ما او تا که مثال ورکړو ما او تا ته تر یوې کچې او یوې حده زمینه مساعده سوې ده چې نن خپله هیله خپل امید خپل ژوند هڅه کوو چې جوړې کړو یعنی کوم پخوا ژوندي پاتې کېدو د ژوندي پاتې کېدو هیله درلوده اوس هڅه کوو چې ژوند وکړو زه په دې باور یمه چې بیا هم وایم چې ځوان وړتیا لري استعداد لري په ورزش کې لري حتی په نظامي چارو کې لري په علمي چارو کې لري په ټکنالوژۍ کې لري په هره برخه کې لري یوازې د زمینې او د فرصت موضوع دلته مطرح کیږي چې په دې کې هم خپله دی کوی سي هڅه وکړي یعنی خپله کار وزېږي یو خو دی باید هڅه وکړي چې کار ومومي بل دی خپله باید کار پیدا کړي خپله باید کار جوړ کړي خپله باید کار رامنځته کړي چې خپله پکې بوخت سي بل دولت باید دلته مرسته ورسره وکړي او بل هم په هغه نړیوالې مرستندوی ټولنې هیوادونه هغه هغوی هم دوی سره لاس او اوږه سي چې د دوی هغه استعدادونه چې په دوی کې بالقوا پاتې دي هغه په بالفعل تبدیل سي سلامات سي استاد اوس په دلته نور درانه دوستان او تکړه ځوانان چې موږ سره د پوهنتون محصلین را سره د دوی نظریات په هم دې اړه باندې وګورو چې واقعا تر کومه ځایه پورې دوی ته دغه زمینه برابره شوې ده چې دوی د استعدادونو څخه هم په دوه ډول سره استفاده وشي کسې درباره جواد استاد او عظیمي صاحب بعضې موضوعات اشاره کردن اول نظریات یا سوال اگر از استادا داشته باشن لطف کنین شما مهربانی پس شما برمیگردم بسم الله الرحمن الرحیم محمد نور شیرزاد هستم قبل از اینکه به سوال بپردازم جا دارم یک تفسیری بسیار کوچک باشم بیدل صاحب میفرماید که ما و شو از خود برا بر دوش طوفان سیر کن گرد خود گشتن به جز خاصیت گرداب نیست وقتی که جمال افغانستان استعداد و توانایی داشتن که از استعداد و تواناییشان باید کار گرفته شود. قسمی که استاد مهربانی کردند که جوانای افغانستان توسط استخبارات منطقه به حیث یک ابزار فیزیکی استفاده میشه. وقتی که جوانای افغانستان به حیث ابزار فیزیکی توسط استخبارات منطقه استفاده میشده امروز آیا زیمامداران افغانستانم علی جوانا موضعگیری منفی خود دارن به این که زمینه بیکاری را برای جوانای افغانستان حکومت افغانستان مساعد کرده تا این که جوانا علیه حکومت عقده بگیرن
از حکومت فاصله بگیرن و به حیث ابزار استفاده شوند توسط سوالات منطقه. سوالتان مطرح کنین که باید دیگر دوستان وقت برسن کوتا البته. سوال ما متوجه استاد مسعود میشه. اگر ما میلیاردها دلار مصرف بکنیم جبران پذیر هست و اگر یک استعداد جوان که صدمه میبینه جبران ناپذیر است و علاج این چی است که ما تا اینکه بتوانیم از تهدید استعداد جوانای افغانستان جلوگیری شود و استعداد جوانای افغانستان رشد داده شود. تشکر دوست ما. به نام یاد خدا سید رحمت الله سجادی هستم، فعال مدنی. باید حکومت افغانستان باید زمینه خوبی آموزش و پرورش را باید برای جوانان افغانستان آماده بسازه. نمی ظرف 12 سال که فرام ساعت بود شما چی نستین دیارسه و متاسفانه کم رنگ بوده. اگر در یک نقاطی از کشورهای ما مثلا مساعد بوده در بخش جاهایی که مثلا ناامن بوده متاسفانه ایجاد نشده. متاسفانه جوانی که بیکار است در افغانستان از یک محیط ناهنجاری که رشد می‌یابه به یک محیطی که مثلا او یک محیط بسیار نامسلط آمیز است، وقتی اگر زمینه کاریابی و شغل برایشان ایجاد نشوه، از ما به عنوان یک فعال مدنی از حکومت زیربط افغانستان تقاضا من هستم که بیاین برای یک جوان یک زمینه کاریابی را ایجاد بکنید که تا امو انگیزه و توانایی جوان خود نشان بده. اگر با سوالتان بپردازین که وقت دیگه بسار نگیریم. سوال من متوجه آقای مسعود میشه که متاسفانه افغانستان و مخصوصا جوانان افغانستان مشکل روانی دارن، مشکلات بیکاری دارن، عدم انگیزه برشان وجود ندارن. چطور باید ایجاد کنیم یک انگیزه برای جوان که بیان در سیاست افغانستان، در حکومت افغانستان، در زمین اشتغال و کاربی افغانستان؟ تشکر. سلامت باشین. از بخش دختر خانم مهربانی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا هدیه سادات هستم. سوال ما متوجه آقای مسعود میشم. وقتی که میگن که جوانای افغانستان مثلا رشد نکردن تا به حال به اون اندازه که میخواستن، مثلا دولت ازشون میخواستن یا بعضی ارگانهای دیگه، وقتی که جوانایی که استعدادش دارن مثلا بعد از خود دیپلم مثلا دکترا دارن، ماستری دارن، اینا وقتی که به یک از دفاتر دولتی مثلا مراجعه میکنن به خاطر میخواین که به جای کار گماشته شون، اما اینا در اون سطحی که هستن بازم قبول نمیشن. علت زیر شما در چی میبینین؟ اکثر وقت برشان میگه که به تجربه هستن. بله بله، اولا که چیزی که میخواین تجربه میخواین است بشون. سلامت، زنده باشین. دیگه کس مهربانی. بسم الله الرحمن الرحیم. ملکه سادات هستم، محصل سال چهارم پنجه روانشناسی پوهنتون کابل. سوال ما هم متوجه آقای مسعود است. ما میخواییم طوری که خود آقای مسعود هم در این نکته اشاره کرد، تشکر از آقای که در مورد جوانان توجه جدی دارن و همچنان آن قسمی که اینها هم ذکر کردن که 65% جامعه افغانستان را جوانان تشکیل میدن. پس چرا وقتی که جوانان اینقدر قشر بزرگ جامعه را تشکیل میدن، وقتی که اینها از پهنتون ها فارغ میشه، زمینه کاریابی بر از اینها مساعد نمیشه، اینها مجبور است به کشورهای خارج یا کشورهای همسایه که در اینجا میرن یک مزدورکاری را قبول بکنه؟ پس چگونه کدام راههایی را باید مساعد بسازن که امی جوانا از کشورهای خارج دوباره پس آمده به وطن خود ما خدمت کنه و همچنان آن به کارهای گماشته شوه و تشویق شوه که در سطح سیاسی و در جامعه اینها سهم بگیرن؟ تشکر. زنده باشین. شما بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. مسعود سیفی هستم. خب قسمی که گفتن 65% افغانستان جوانان تشکیل میتن و میگیم که زمینی کاری برشان مساعد نیست. بله. چطور مساعد نیست وقتی که همی بزرگای ما، کسایی که در بالا هستن، اینا نمیخواین؟ اگر اینا از جوانان میگن استفاده کنن، چون جوان قشری است که ایده ها و خب چیزای مفکرای نو دارن برای پیشرفت و رشد، اما افکار و سنت هایی که اونا سال هاست به افغانستان چلاندن و افغانستان قسمی که بین خود تقسیم کردن، اینا میترسن وقتی که جوان امروز افغانستان با این مفکوره داخل عمل شوه، میتونه افغانستان دگرگون و یک افغانستان جدید داشته بسازه. اگر سوالم داشته باشین
سوال ما متوجه استاد مسعود میشه، همیشه ما از مشکل بس میکنیم، همیشه مشکل بس میکنیم. هر برنامه سیاسی که در سر جوانان و افکار جوانان یا سر گفتن که همیشه ما مشکل گفتیم، مشکل جوانان در قسمت است، مشکلش در قسمت است، اما ما درباره راه حل هیچ وقت صحبت نکردیم. هیچ وقت ما از استاد مسعود میخواهیم صرف بهم بگویند که چه راه حلای میتونه عملی باشه، نه نظری، باید چه راه عملی میتونه که افغانستان جوانانش از این بس بیرون کنه. یعنی وقتی که انتخاب میکنیم باید راه حل هم پیشنهاد کنیم به خاطر سلامت شما هم نظر شما رو میگیریم. باز میایم امرای استاد صحبت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال ما مربوط میشه به آقای عظیمی. قسمی که اینا گفتن جوانان قشر بزرگ از جامعه را تشکیل میده ولی بسیار آسیب پذیر میباشن و قربانی های گوناگون میتن، بالخصوص مواد مخدر که بسیار یک چالش برانگیز می باشه. شما چی راه حل های را پیشنهاد میکنین و همچنان نقش خانواده و نقش حکومت دایر که اینا بتوانن دلگرم به کار و وظیفه شون و از چی مواد مخدر را ترک بگوین چی است؟ سلامت باشین استاد. اگر بیایم سر بعضی سوالاتم استاد داشتن و در پولی از او بعضی موضوعات اینا اشاره کردن که فرار سرمایه رو نگفتن. مثلا در افغانستان اگر ما ببینیم فرار سرمایه خطرناک است یا واقعا فرار استعداد یا فرار محض، که در آخر گفته میشه که فرار استعداد هم در افغانستان زیاد شده. سوال اول شد. اول سوال شما جواب بده. ما نه خیر است از دوستا این هدف از نامت شما را میگم. خب اول شما را میگم که هر دو خطرناک است، برای اینکه شما میفهمین که ما در قسمت تولید فقط زمین کار سرمایه را میگیریم و در پولش هم مدیریت میاریم، این منیجمنت است. و نه مقدر که ما سرمایه کمبود داریم در قسمت تولید خود و نه مقدر به منابع انسانی ضرورت داریم. وقتی میگن که یک چیز، یک جمله که بسیار خوب میگه، جوان عبارت از دارنده انرژی یا نیروی رشد یابنده، این یک شعار است همیشه. از این لحاظ است که این میتونن که به صورت بد استفاده کنه، از این میتونن به صورت مثبت استفادهش کنی. هیتلر از این به صورت بد استفاده کرد، استالین چنین استفاده کرد، محمد چنین استفاده کرد. بسیار خوب، ما چنین خونسا ساختیم. نه، معنا داره که از نیروی که ما داریم، نیروی ما جوان است. یعنی معنا داره که یک نیروی میرنده است، یک نیروی آمدنده است، یک نیروی پایدنی است. نیروی پایدنی جوان است. معنا داره نیرویی که وجود داره، نیرویی که تولید میکنه، نیرویی که ارزش ایجاد میکنه، نیرویی که حیثیت ایجاد میکنه، نیرویی که شرافت در حقیقت خلق میکنه و در حقیقت روی سیقل میزنه، خود در حقیقت جوان است که کسی دیگه نیست. شما میتونید که چیز کار انجام بدید. از این لحاظ حرف سوالی که از میایم که از می خود گفتیم کردوش مهم است برای ما، ولی این انسان مهمتر از همه است. ما با چنگ و دندان خود میتونیم چیزی را بسازیم. دنیا چنین کار انجام داد، هند چنین کار انجام داد. همین پاکستانی که در حقیقت ما او را همیشه بد میگیم، یک پاکستان تبدیل شده به یک نیروی قدرت منطقوی، با چنگ و دندان خود چیزی را ساختن. ایران هم تو کار انجام داده. ما باید کار انجام بدیم، ولی نیروهای صدهای بسیار کلان در مقابل ما هست که باید صدها را بشکنانیم و غیر هیچ کس نخواهد پشت من جز ناخون انگشت من. معنا داره که ما در حقیقت سیاست معقول را به کار بریم که استفاده از منابع خارجی، تکنولوژی ارزان منطقه و رشد تولید در درون. معنا داره که به خاطر از بین بردن فقر که جزء اساسی ما است، که ما میخواهیم که به جای شما یک جمله از گاندی رو بگم. گاندی بسیار چیز جالب گفته بود. موقعی که گاندی در هندوستان آمد و رهبر شد، گفت دو چیز پروبلم ما است: فقر و استخدام. ما دیگه هیچ پروبلم نداریم غیر فقر و استخدام. به خاطر که فقر از بین برد باید غذا ایجاد کرد، به خاطر غذا از بین برد باید ما زمین کش کنیم، به خاطر که زمین کش کنیم باید کود ساخت، به خاطر کود بسازیم باید فابریکه ساخت، به خاطر که فابریکه ساخت بسازیم بریم با زوهن بسازیم. میبینی که از کجا آغاز کرد، حلقه اساسی رو پیدا کرد: زوهن، ساخت فابریکه، ساخت کود، آمدن به زمین کش کردن و دادن فقر. از این لحاظ است که کشوری بسیار فقیره با یک قدرت چهارم اقتصادی دنیا مبدل ساخته. عزیز، ما میگیم که در افغانستان هم چنین چیزی وجود داره. ما هیچ وقت تا سال 2004 شما فراموش نمیکنین، تا سال 2004 شما اصلا بیکاری رو نمیفهمیدین. ما تا سال 2004 اصلا رنج بیکاری رو ندیده بودیم. رنج بیکاری رو شما 2.4 میلیون نفر دوباره برگشت دادین در افغانستان و به کار گماشتین. شما 50000 نفر کارگر خارجی رو به افغانستان به کار گماشتین. شما 2500 تا متخصص خارجی رو به کار گماشتین تا 2004. چرا؟ همسایه‌ها خوب امرایتان مهربانی میکرد، ما بسیار سخت کوش بودیم در درون و همچنان خارجی‌ها مهربانی میکرد برای ما. بعد از 2004 است که ما در حقیقت پالیسی را اشتباه آمیز حرکت دادیم.
معنا داره که ما یک مدل استفاده کردیم، اون مدل تولید ما فراموش کردیم و رفتیم سر سرمایه تجاری با منظور از اینکه یک مدل دیگه آورده بودیم، یک فرمول آورده بودیم. فرمول از کجا؟ از اروپا، از آسیای شرقی، از مالزیا، از کره جنوبی، از فیلیپین، از اندونزی، از اینجا که اگر ما تجارت بکنیم هر باش سرمایه ایجاد میشه. این انباش سرمایه را میبردیم به صورت صنعت، صنعت به کار میندازیم و تولید به وجود میاد، استخدام به وجود میاد، عاید خلق میکنیم و توسط از این عاید اساسا فقر از بین میبریم، جوان ما به کار میاد، با مهارت میشه و سرانجام این مهارتش تبدیل میشه به متخصص. نه از این لحاظ اینجا وقتی اینجا آمدیم این شرایط قسمی نبود که ما تطبیقش بکنیم. سرمایه تجاری رشد کرد، این سرمایه تجاری با تبانی با کشورهای خارجی سر صنعت شما را برید و در حقیقت سرمایه که تجمع کرد در اینجا دوباره فرار کرد به کشور خارجی، مومد رشد و انکشاف اقتصادی یک کشور بیگانه شد. ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، دبی. این معنا داره که در شش منطقه سرمایه شما تجمع کرده. از این هر روز فرار میکنه اونجا میره. معنا داره در این سر شما میفروشن، پیسه رو در جی وقت میکنن، انتقالش میدن در اونجا، در اینجا فابریکا نمیسازه. اگه شما همیال بگردین کابل که ما یکی از کاندیدان ریاست جمهوری بحث کردیم که نامش نمیرین که نگوین که کمپین میکنه برش، 34 میلیارد دلار فعلا در افغانستان وجود داره در بین در توشکا و در بالشتا. که اگر ما سیستم بانکی درست ایجاد میکردیم میتونستیم که حرکت بتمیش. گپی بسیار عمده که علاجش چگونه میشه. ما خو این کارا رو انجام دادیم، ولی یک چیز ما میخوایم پیش از اینکه علاج بگویم، ما فقط برای دخترها یک چیز باید بگویم که دخترها یک چیز باید بگویند، یک جهش کنن، یک فریاد کنن خودشون. تا که دخترها فریاد نکنن مرد در دادجا نمیرسه. ما از 18 میلیون جوانی که داریم، از 18 میلیون 9 میلیون ازی دختر است، زن است. از 9 میلیون حسابش 65 میلیون باز او باز 65 میلیون 5.4 میلیون دختر جوان داره. 5.4 میلیون دختر جوان، 1 میلیون از این در کار بگیریم، 4 از این کاملا در مابین بیکار است. ما سوال میکنیم که آیا میشه دخترها رو بیکار بگیم؟ ما میگم نه. آیا میشه بگیم 9 میلیون زن بیکار است؟ ما میگم نه، ابدا نه. چرا؟ یک زن 12 مرتبه بالاتر از مرد کار میکنه بدون آید. در خانه کدام دختر دیدن که بیکار باشه؟ اینا هم آشپزی میکنن، اینا خانه جارو میکنن، اینا اتو میکنن، خیاطی میکنن، میرن میان کلشون، ولی آیت نمیگیرن. این مردای ما بسیار بیکار است. مردان میجنگن، مردان ورزش خراب میکنن، مردان قاب مردا قاچاقبری میکنن، سرسلک میرن، اختطاف میکنن و غیره. از این لحاظ ما میگیم که نال راه حل چی گونه است. ما هم دتن یک چیز فراموش کردیم، اقتصاد خانواده. شما امیر یک روز رفتین پیش یکی از وزیرا، یا مثلا پیش آقای رئیس جمهور، پیش جناب کرزی، برشان بوین که آیا ما استراتژی اقتصاد خانواده داریم؟ میگن یقینا که نه. شما 5 میلیون خانواده همین لحظه در افغانستان داریم. ایرمانا داره که زلاز سایبی، ما اگر هر خانواده را 6 نفر بگیریم 30 میلیون ما نفوذ داریم، 5 میلیون خانواده همین لحظه در وجود داره. در این 5 میلیون خانواده 5 میلیون مدیر وجود داره، مدیر مالی مادرای شماست. 5 میلیون اگر شما اقتصاد خانواده را محکم کنید، اقتصاد خانواده را، این خانواده، اقتصاد خانواده، یک خانواده میتونه که یک دستگاه خوب مرداری ایجاد شود، یک دستگاه خوب قالون بافی ایجاد شود، یک دستگاه خوب در حقیقت میوه خشک و غیره ایجاد شود، و این گپا را در حقیقت ما به اساس این استراتژی میتونیم که اقتصاد خانواده را تقویت بکنیم از طریق کجا؟ از طریق یک بانک. کدام بانک؟ بانک صنعتی که نداریم. میتونیم که یک بخش یک بانک سرش اوج ببریم برش. رای حلش اساسی بر ما بوجود میاد. ولی در قسمت جوانان خود ما، عمدتا ما بیکاری جوانان که داریم، دو رقم بیکار داریم بر جوانان. یکی بیکار بیسواد است که در کل دنیا در درجه دو مرد مطالعه قرار میگیره. یکی بیکار باسواد است که فاجعه خلق میکنه. چیز می استاد گفتن بر ما. یک آدم میاد ماستری داره، یک آدم میاد دکترا داره، یک آدم میاد لسانس است. میره گرد گرد محسات میگرده که برای گارد بگیرین. متوجه هستین موقعی که شما هر کسی که خلاف رشته خود در یک جای دیگه مقرر میشه، از یک بسواد تا بسوادتر است. شما فرض کنین که من آدم کلان اقتصاد هستم، رتبه کلان علمی دارم، رتبه کلان درجه تحصیلی دارم، 30 سال 32 سال است که استاد هستم، 37 کتاب نوشته کردم، دو گپا نه، من مقرر کنم برن برای بیس وزیر ساعت آمه، میشه که مرا بگوین که آدم باسواد است؟ ما از یک آدمی که فقط 5 روز هم دوشف خانه کار کرده باشه بیسوادتر است. باز این اصلا نمیفهمم که بوجه ما باید چی بکنم. متوجه شدین اینی فاجعه خلق میکنه. این معنی چی داره؟ معنی که پالیسی های درست ما تطبیق نکردیم. این پالیسی های درست، پالیسی درست به خاطر چی؟
ما در حقیقت تحلیل و انالایز سواد به کار نبردیم. شما دو نوع تحلیل کار دارین. وقتی که جوان هم میخواین که تحلیل بکنین مسئله آموزش، شما دو نوع تحلیل کار دارین، تحلیل سواد و تحلیل پیست. بله. به این موضوع پس بر میگردم ان شاء الله استاد امرای استاد میم بعض سوالا مربوط به استاد بودن. مثلا زن موضوعات دوستان اشاره در لود تاسو نه پختن در لود یعنی تر کومه اول که بده پختن تر لند اول جواب ورکړی او بیا دوم بخش ختم غو تاسو راشو چې واقعا د نور نړۍ هو د ځوانان سره موږ تاسو خپل ځوانان مقایسه کړو هغه ته دوی ته کوم بستر موجود دی او دغه بستر دلته ورته وګورو په دې باندې بیا ورسته بحث وکړو. خار ما سوال کرد که خانواده یا در کل سیستم خانواده والدین چقدر در اعتیاد شدن یا معتاد شدن فرد یا جوانشان تاثیر داره. اول یک نکته را یادآور شما به دوستا که فرد اصلا چرا میره و مواد مخدر استفاده میکنه. تا وقت فرد مشکل روانی پیدا نبکنه، تا وقتی که یک کس غمگین نشه، تا وقتی که کس شکست نخوره، تا وقتی که یک کس صدمه روحی نبینه، تا وقتی که کس ضربه نبینه، تا وقتی با یک کس تبعیض، تعصب و حسادت نشه و اصلا از نظر ذهنی تعادل خود داره، یک فرد کاملا عادی و آرام است و اصلا به کاری که به ضرر خودش است اقدام نمیکنه. ما میریم خیلی جوانایی را که متاسفانه ما همیشه گفتیم که جوانای افغان در پهلوی تهدیدات زیادی که داره سه تهدید اینا را سه از سه آدرس اینا بیشتر و زیادتر تهدید میشه. یکم تهدید مواد مخدر است، یکم تهدید سیاست است یا استفاده شدن در سیاست ها یا همون قسمی که استاد یادآور شد استخدام شدن در استفاده استخبارات، استفاده سو در کل یا پیوستن با مخالفین یا پیوستن با مافیا. اونا یکم موضوعات عاطفی است، یعنی جوان وقتی به مواد مخدر رو میره که از نظر عاطفی حمایه نداشته باشه. یعنی از خیلی جوان وقت پرسان میکنی که چرا مواد مخدر استفاده میکنی، میگه استاد میخوایم در دنیای دیگه برم، میخوایم استاد راحت باشم، آرام باشم، بگذرم از اینجا، از این دنیا برم به دنیایی که دوستایم میگه و پرواز کنم، در آسمان ها بگردم. و یعنی ناراحت هستیم، ما از نظر روحی تعادل نداریم، آرامش نداریم، ما میریم به مواد مخدر رو میاریم. یعنی والدین شما گفتین که چقدر نقش داره، اصلا از دست خانواده معتاد شده، از دست خانواده معتاد شده، از دست جامعهش معتاد شده. پدر با این روی خوب نداشته، مادر با این روی خوب نداشته، ازدواجی که قرار بود بکنه، ازدواجی که قرار بود داشته باشه به دلش نبوده، ازدواجی قرار بود ازدواج نکنه. او رو دستن ما 47% ازدواج زود هنگام داریم، یعنی انوز هم ما کودکا در افغانستان ازدواج میکنن. با یکی از خارجی ها بس داشتم، گفت چه قسم از وضعیت ازدواج در افغانستان، گفتم اینجا کودک به دنیا میره 16 ساله. بسیاری از ازدواج های ما حدود 47% پایین از سن 16 و 17 است. ما در سن 17 و 16 فرد یک فرد کامل از نظر 7-8 بلوغی که در روانشناسی ما داریم به بلوغ نمیرسه و اونا کودک هستن. و کودک وقتی کودک به دنیا میره، شما وضعیت خانواده رو چی برداشت میکنید؟ چی یک خانواده باشه؟ چی یک برخورد داشته باشه؟ او چی سیستم خواهد داشت تو خانواده؟ او چی دگرگونی و چی هیاهو و چی نزاع و چی کشمکش و چی تزلزل در او خانواده حکم فرما خواهد شد و او فرد را که به جامعه میته او چی خواهد بود؟ مثلا یو دوی پختونه که داشته هم مطرح و چی یعنی او سید کورانه با پدی علبان مخبل آقا با مخبل آقا لری، یعنی دوی پرابان تاثیرات بزیاد لری، دوی پا تربیه بانی خویده ترسن کلا چی کورانه سالم تربیه خپل اولاد تاور کی بیاد طول نکی علت واقعا دوی سنگ کوالا ایشی چی آقا خپل اللہ را و آقا کی زان پارا پیدا کری اولی دی ترسن زان ترسن نور کسان هم پیدا کری تسو خپل هواد دی خیرازه دی پارا و دی خپل هواد دی پرمختق دی پارا. بله، اصلا طولنه دی انسان پا وده که دی انسان پا انکشاف که دی انسان پا دی استعداد پا را پنزولو که او پا را غلولو که چو چاپریال و محیطون دی را غیز لری. اول اما دول میچه شراوکل اولان دیل پیدایخ ندهی متاثر ده. بیا ورست دی دیر مهمه ده، دیر اغیز لری، دیر تاثیر لری، پا دی کورنه لری. یعنی لمرنه بنسرت، لمرنه کانون، لمرنه نهات، چې د ده په شخصیت د ده شخصیت لومړی خښتیږ دي یا په عامه اصطلاح هغه سنکاري جوړوي، هغه مهمه ده. بیا وروسته د ده ښوونځی مهمه ده، وروسته له ښوونځی ملګري مهمه دي، او وروسته له ملګرو د ده ټولنه مهمه ده. یعنی ډېره اغېزمنه او ډېره متاثره د ده کورنۍ ده. او ډېر کله خو داسې هم سوي دي چې ماشوم یا ځوان یا تنکی ځوان یا په ټوله کې زلمیان هغومره چې له ټولنې نه
له بهر نه اغیزمن کیږي غمر له کورنۍ نه اغیزمن کیږي اصل مو یو شای له رو پروانشته سي کې تضاد پرامه یعنی کله چې په ځوان له تضاد سره مخامخ کیږي دای کورته پناوړي یعنی خانګی کیږي کله چې په کورنۍ کې تضادی کشمکش دای ټولنې ته پنا راوړي او دغه تضاد متاسفانه په ډیرو کورنۍ او ټولنو کې لیدل کیږي زموږ ډیر ځوانان خانګی سوي دي او ډیر ځوانان یعنی په ټوله کې جونې زموږ کورنۍ سوي دي له کوره نه راوځي ټوله دنیا یې د کور یا د کوټې د اویلۍ څلور دیوال او د کوټې د خونې څلور دیوال دي او هغه ځوانان هم چې زلمیان ځوانان دي نارینه دي هغه په کور کې له تضاد سره مخامخ دي چې بهر راوځي او بهر هلته بیا خپل محرومیتونه او کمبود کمبودیات پوره کوي چې نشي توکي بیا یعنی دغه ځوانان استعدادونه دغه مثال ورکولی شو چې لکه هغه سکاره چې کنه د هغې په سر باندې یېري کله چې هغه دغه یېرې زنندرې نشي نو هغه سکاره تر هغې وخته پورې د دوی هغه خپل ماهیت نشي ښودلی مننه کوم سلامت سئ درنو ستانه یوه لنډه وخت ولرله وخت وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام لري خالد دوستای که سوال دارن شما بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم فاطمه سادات هستم یک سوال داشتم از استاد مسعود شما گفتین که هر فردی که برخلاف رشته خود در جای مقرر میشه و انجام وظیفه میکنه این یک فرد بی سواد است علت گپتون چی است در صورتی که فعلا ما مشکل بسیار داریم در جامعه خود هر فردی که از دانشگاه یا از پانتون فارغ میشه مطابق رشته که تحصیل کرده زمینه کاری در اونجا وجود نداره و اون نه تنها از روی خواست خود بلکه از روی مجبوری کار انجام میده تشکر شما بسم الله الرحمن الرحیم محمد علی قوام هستم محصل پانتون کابل ما سوال ما بیشتر متوجه استاد مسعود میشه شما استاد مسعود به عنوان کسی هستین که در متن تحصیلات افغانستان در متن در داخل دانشگاه افغانستان هستین و سالانه جوانان ما از پانتون های مختلف چه خصوصی دولتی فارغ میشه و یا سطح کیفیت تدریس سطح کیفیت علم یا علم و دانش که در پانتون ها وجود داره مقتضی حال جامعه و افغانستان است یا نیست تشکر دوست شما که پشت سر ششتن آقای مسعود بسم الله الرحمن الرحیم مسعود افضلی هستم ما سوال متوجه استاد مسعود می باشم همانطوری که ما می فهمیم که آینده هر کشور را جوانان و نوجوانان از اون رقم می زنند چی باید کرد تا نقش جوانان در آینده کشور سازنده و بالنده باشد و آیا در اوضاع و احوال فعلی جوانان میشه توقع داشت که در نقششان در آینده کشور سرنوشت ساز و مثبت باشد دوست ما که داخل ششته با عرض سلام سوال ما خدمت استاد مسعود می باشه آیا کدام ارزیابی صورت گرفته در قسمت استعدادهای نهفته در جوانان افغانستان که چقدر جوانان چی استعدادهای داره و از چه قسم استفاده صورت بگیره سلامت شما سوالتان کوتاه‌تر باشه که وقت برنامه در نخست فقط یک برداشت داشتم از این برداشت اگر آخر باز بود انشالله برداشتان هم میگیریم یک دو خط از خلاص سوالم کوتاه تقریبا خب از این بحث و مناظره طوری ما برداشت کردم که یعنی افغانستان و دولت افغانستان فقط از سرمایه مادی دمی 12 سالی که ما گذاشتیم سرمایه مادی خب باید گفتیم که سرمایه مادی و معنوی چیست در نظر من سرمایه مادی یعنی این خودش دورانی است یعنی در دست یک شخص مشخص نیست اما همچون افغانستان زیادتر فوکس و تمرکزش بالای سرمایه مادی بوده و هیچ نوع فکر و تمرکز بالای سرمایه معنوی نیست که البته از جمله سرمایه است که دائمی است یعنی بسیار تهداب یک آره اگه به سوال بین خب امی اگه اونا علل بوده یا بوجود آمدن خودخواهی بوده و فساد و بی‌عدالتی و غیره و همچون امی جوانای ما آلای دست دیگران و بیگانگان قرار گرفتن خب سوال ما مربوط به استاد مسعود میشه که شما فقط مشخص بگین و مدل هایی که و طرح هایی که پیش خود دارین و برای بهبودی جوانان و برای استفاده و از قوه فیزیکی و از تحصیل جوانان شما کدام مدل ها را میخواین طرح کنین به جوانان و خانواده عزیز تشکر تشکر سلامت دوست دخترم بسم
بسم الله الرحمن الرحیم عادل غزنیوال هستم یک از محصل 15 روانشناسی تعلیم تربیه ما سوال ما مربوط به استاد عظیمی میشه ای که اینا گفتن که اگر کسی یا یک جوانی از صدمه روحی یا شکست نخورن اینا به یعنی معتاد نمیشن به اعتیاد رو نمیارن و همچنان اگر از لحاظ عاطفی کدام حمایتگری داشته باشن بله. ما سوال ما اینجاست که آیا گفتن میتونیم که مثلا چند فیصد خانواده و چند فیصد به طور مشخص چند فیصد اجتماع در این راستا مسئول هستن و همچنان یک سوال دیگه هم داشتم که یا مربوط میشه به استاد عظیمی که ما خودم که هستم این صنف دوی روانشناسی را هم تمام کردم و فعلا یگانه تشویش ما اینجاست که بان که ما میخواییم که خیلی فعالیت هم کنم در این راسته زمینه در مثلا در بعضی پانزده ها زمینه کاری خیلی کم است مخصوصا در بخش پانزده روانشناسی کسته اینا چه رای حل های را در زمینه یعنی در باره نبود زمینه کاری بله. سلامت استاد بعد موضوعات دوستان اشاره کردن در خالوی از او اگر بیاییم سر استعدادا صحبت شد استعدادای جوان یعنی وقتی سه ما شما پیشتر اشاره کردیم 60 درصد نفوس افغانستان جوان تشکیل میکنه و جوانان افغانستان بسیار با استعداد هم هستند که با استعداد هستند چرا باز از اونها سوء استفاده صورت میگیره کشور استقبالات کشورهای همسایه اشاره شدن ایجاد زمامدارای ما و شما را اشاره شدن و چرا میشه اینا موضوعات و فرار مخصار هم اشاره شدن باز وقتی استعداد داشته باشن خوبی بدی خود خوب بسیار خوب میدونن خدمت شما که از مسئولین شروع میکنم که ما به عقیده هستم که در حقیقت آینده به جوانان تعلق نداره در افغانستان حال به جوانان تعلق داره آینده معنا داره که یک نسل میرینده که در قبل از چهار دهه ای آمده و در حقیقت خسته از جنگ و خسته از کار و خسته از توین و تحقیر و گریز و بودن و گپا است در پالیزی خداوند ما را یک امتیاز داده و این در حقیقت 65% جوانی که در دنیا نام داره ما یعنی ما یک کشور جوان هستیم معنا داره که جوان باید حال به کار انداخت و در حقیقت نوع حرکت های جوانگرایی مثبت به کار برد متوجه باشین که حرکت های جوانگرایی مثبت منفی وجود داره در طالبان هم حرکت های جوانگرایی مطرح بود در رژیم های دیگه هم جوانگرایی مطرح بود ولی ما جوانگرایی مثبت می خواهیم به کار برتیم و این جوانگرایی مثبت از طریق دادن پوزیشن های فنی به اینو است معنا داره که نباید جوان خود آرمانی فکر کنه معنا داره که ما زیادتر مثلا چیزایی را ما قدر میکنه مثلا شعر بسیار خوب چیز است نویسندگی بسیار خوب چیز است کل ما باید کار را انجام بدیم ولی هر کشوری که به فیزیک و به ساینس و به فن و به مهارت برسه تا اندازه میتونه استقلالیت خود به دست بیاره شما از این لحاظ است که بسیاری از دانشمندا بر افغانستان و بر کشورهای رو به انکشاف و کشورهایی که پس از جنگ است دونی به خصوص میردال یعنی میردال یکی از بزرگترین دانشمندای است که به خاطر کشورهای رو به انکشاف و عقب نگذاش کار میکنه او میگه که باید کمیونیتی کالج ساخت یعنی معنا داره که او و انسیتوتای 14 ساله که بتونه فن به وجود بیاره و اینا بیاین در بازار و جای خود در بازار پیدا کنن و مانند یک کسی که با مهارت از کار انجام بدن وقتی شما از فاکولته خلاص میشه ما شما نسبت نداشتن اینمی مسئله تنها تئوریکی کار داریم ما بسیار تئوری میفهمیم ولی اگر با عمل بیم در عمل چون کار نمیگیریم بازار شما رو قبول نمیکنه چون میگن نظام مارکت است شما باید قبول نشین از این لازم فکر میکنم که به خاطر از اینکه شما را یک ذره بگویم که ما چی باید بکنیم با شما همیشه بر خود یک برنامه داشته باشین راه های حل اگر پیشنهاد بله. هر می راه حل از دیگه هر جوان بی برنامه ماننده که یک کس میمونه که اصلا دیگه جوان نیست اگر جوان نفهمه که من چی میکنم من چرا این را انجام میتم چطور باید این کار را انجام بدم کی این کار را انجام بدم در کجای این کار را انجام بدم برای کی این کار را انجام بدم یعنی 6 سوال در زندگیتون اگه جواب بدین یعنی مانند برنامه که 6 جز اساسی خود که چی چرا کی کجا را شما جواب بدین معنا داره که شما ما آمده میشین این را باید دولت هم خودش این کار را انجام بده دولت این چیزی که استوار میسازه برنامه را سر یک تحلیل استوار میسازه تحلیل سواد است معنا داره که ما میگیم که ما سواد که میگن معنا داره که چی قوت ها چی ضعف ها چی فرصت ها و چی چیز ما را تهدید میکنه متوجه شدین شما در خانه تون کار انجام میدین من چی قوت هایی دارم ما چی قوت هایی داریم ما 65% بچه‌ها داریم ابنای خود جوانان داریم ما چی ضعف هایی داریم ما مهارت کمتر داریم
ما درسی رو سیاد ندادیم، پالیسی های ما درست نیست، ما درسی که یارو میتیم مطابق به بازار نمیتیم، مطابق به احتیاج نمیتیم. متوجه باشیم نظام که تو انتخاب میکنیم، بهترین نظام اون نظام است که احتیاج شما رو رفع کنه، بدون از اینکه چی نام داشته باشه، مارکت باشه، سوسیالیستی باشه، اسلامی باشه، هر چیزی که رفع احتیاج کنه برای شما، اونم اون بهترین نظام است. هر سیستم درسی که رفع احتیاج کنه برای شما، خوبترین سیستم برای شما است. هر سیستمی که بیاره معنا داره که ما سیستم لوکس اگه از کشور دیگه بیاریم به سر ما تطبیق بکنه و هیچ کارایی نداشته باشه. یک وقت شوروی ها یک سیستم آورده بودن در افغانستان بسیار قوی بود، ولی مطابق به کشور خودش. در اینجا بچه که وقت فاکولتر خلاص میکرد هیچ کار پیدا نمیتونست، برای اینکه چیزی که او خوانده بود در اینجا قابل قبول نبود. بعد ما شما چی فرصت ها وجود داره؟ شما میفهمید در افغانستان 12 سال بسیار فرصت ها بوده و بعد هم شاید امیدوار هستیم فرصت های بسیار کلان موجود باشه. دولت باید از فرصت ها به کی استفاده کنه؟ به خاطر اون نیروی که میتونه استخدام به وجود بیاره، اون نیروی که میتونه فقر را از بین ببره، اون نیروی که میتونه ارزش ها نو ایجاد بکنه. شما می چی چی شما را تهدید میکنه؟ تعصب. تعصب یک، تئوری فقیرسازی همسایه دو. معنا داره که کلانترین عامل که حالا است یک تئوری رو کار میگیره همسایه ما به نام تئوری فقیرسازی همسایه. معنا داره که شما به اثر خرچ مالیات نمی مردم غریب تحصیل یافته میشین، یک مهارت به دست میارین، در اثر به وجود آمدن یک شرایط شما رو مجبور میکنه که شما هیچ نمیفهمین دوباره به دامان همون کشور برین که باید تبدیل شین به یک نیروی نیروی کاری همونجا. تبدیل شما متوجه شدین در کدام شرایطی کار میکنین؟ در شرایط پیست. یعنی معنا داره که شما پیست وقتی مین تحلیل میکنین فضا را پولیتیکال نه، در کدام فضای سیاسی قرار دارین؟ شما میگین بی‌ثباتی است. در کدام فضای اقتصادی قرار دارین؟ شما میگین غربت است و اقتصاد مصرفی است. متوجه باشین اقتصاد مصرفی، وقتی ما میگیم آمریکا اقتصاد مصرفی است، آلمان اقتصاد مصرفی است، ولی اقتصاد مصرفی ما یک نوع شکل تیپ جدید است که در دنیا نظیر نداشته. یک اقتصاد مصرفی که وابسته به کمک های خارجی است، وابسته به واردات است و بدون تولید داخلی. کاملا یک چیز جالب است برای ما آمده. از این خاطر ما به حالت رسیدیم. سلامت باشین استاد. داخل میگم و در پروژه تکنولوژی که هم باید دیده شوه. در فقط یک جمله که میخوایم برای یک معلومات میتون باز بس که ما هم در تن که پیشتر گفتن مسئله مواد مخدره، ما مواد مخدره منیس اقتصاد غیر رسمی میدانیم که 74 میلیارد دلار سالانه شما اید به دست میارین، در اقتصاد رسمی تان 26 میلیارد دلار. متوجه شدین؟ اینال اگه شما مدیریت درست انجام بتین میتونین که خراب خوب جور کنین دیگه. تشکر. استاد موضوع ته اشاره شو پختنه مطرح شو، یو دوست مو پختنه وکړه چې دوی خپل د ارواپوهنې پوهنځي محصولان د وغل ته دوی سره دغه مایوسی او ناامیدی ده، او چې دوی د پد راتلونکي لپاره د کار زمینه برابرول او د دې ترڅنګ په دغه بستر کې ډېرې د ځوانانو نیمګړتیا تاسو هغه کله چې پانتونو ته مخه کوي دوی سره داس مایوسی چې سبا ته فارغ شي نو د کار زمینه چې نه د ته برابر اخو سبا هم ته غلطه اونډه هیوادونو ته ځي غلطه مزدوري کوي تغې نه اوس کړه د درې څلور کال وخت هم نه ځای کیږي. دا مایوسی تر کومه د پور وخت نه دی لامل نه څه دی په سنن شرایط په کتو سره بیا هم ولا غواړم خپل پرونه ته نه چي د مایوسی ورکه کړی. بله، یو پختنه یو جز د پختنه دا و چې کورنۍ ټولنه او نور بنسټونه یعنی هادونه څومره غیز لري او ځوابونه لري مشخص چې دا بلند ورکم بیا ورسره به د کاریابۍ برخه کې مایوسی د لمزوړو برخه کې خپل مشوره ورکم. اول خو د کورنۍ او ټولنې ونډه هغه ډول مې چې وړاندې اشاره وکړله د کورنۍ ونډه ډېره ده. خو دا چې زه مشخص یوه فیصدي ورکم، زه ډېر په فیصدي عقیده نه لرم، ځکه چې موږ نسو کولی چې په ډېرو ټولنو په بېلابېلو ټولنو کې فیصدي ورکړو، هغه هم په ټولنیزو او اجتماعي مسایلو کې. در قسمت کاریابي گفتین، جالب است من زمانی که محصل بودم ما ایران بودم که خب فردایی که فارغ میشم کجا کار پیدا بکنم. من اول نمره صنف بودم و ایران بودم که خب ما که امو بایسترا امو بایستدادترین شاکر صنف هستم، ما ناراحت هستم از اینکه کارم چطور خواهد شد. حتی استاده هم برم تلقین میکرد که شما کوشش کنید کامپیوتر و انگلیسی یاد بگیرین، در غیر این روانشناسی شما بردرد کس نمیخوره. و در جامعه هم که ما برآمدیم بر ما گفته میشد که خب بگوین برادر که خب شما مسئله روانشناسی با ما بگوین که پس بگوین من چه قسم یک آدم هستم، یا فرق شما با فالبینی چیست، یعنی فال مرا ببینین از قبل گپا. اما شما شاید هستین که من شخصا خودم سال که حساب میکنم هر سال من حدود 1000 برنامه دارم در مطبوعات، 1000 برنامه در رسانه های مختلف. ببینید من چند پیشنهاد دارم به شما و تمامی دوستایی که در روانشناسی، جامعه شناسی و پیداگوژی درس میخوانن. اول خودتان کار زدایی کنین،
خود به خود کار خود کار ایجاد بکنین اول در قدم اول دوم میشه شما کادر علمی جذب شوین در پانتون ها اگر نمرات شما بلند باشه در پانتون ها و اینستیتوت ها جذب میشین سوم دولت از دولت آرزو میکنم خواهش میکنم که در مکاتب و کودکستان ها مشاوره پیداگوژی و روانشناسی را ایجاد بکنه که یک روانشناس و پیداگوژیست بره و در مکتب به معلمین متعلمین مدیر هیئت با اینا کلشان همکاری بکنه چهارم استخدام در زندان ها شما من هست یک روانشناس جامعه شناس پیداگوژیست میتونید راحت در زندان ها و دارالتادیب ها و اینا استخدام شه قبل از اینکه تمرش وسط وقت کم پات دی لند لند طرح بانیم بس لند اشاره وکم دیگه در کلینیکای متادین شما میتونید استخدام شین راحت میتونید در پرورشگاه ها و روزنتون هم استخدام شین تهیه برنامه های مطبوعاتی هم میتونید خودتان بین به یک از رسانه ها خودتان برنامه بسازین و پیش ببرین هماهنگی و برگزاری سمینارها و جلسات و صنف های روانشناسی جامعه شناسی و پیداگوژی را میتونید راحت را بندازون و کمکتان کنه و این را بر تمام دولت میگم و مشکل تا جایی که دیدم شاید تا در پارلمان در کابینه در خیلی جا اصلا ما باوری میست که هر وزیر هر مدیر هر مؤسسه هر رسانه پارلمان و هر نهاد دیگه که است باید مشاور روانشناس داشته باشه تا ما میبینیم در بسیاری موارد که خیلی مشکلات از ادارات ما یعنی خیلی آدمای بزرگ ما داریم که در اوج ناراحتی روانی و نارسیسم ها و سادیسم ها و اینا به سر میبره که با اونا کمک سلامت استاد نمیسی استاد آخر اگر سر طرحهای ما شما بحث کنیم پیشتر بحث شدن که شما میشه در بحثا که میشین انتقاد میکنین اما طرحها را شما پیشنهاد نمیکنین که واقعا طرحهای چی هستن که حکومت باز یا اداره طرف هر کس که انتقاد میشه که اونا باز از طرحهای شما استفاده شو بله قربان شما فقط من یک چیز براتون یک جمله میگم که استخدام وقتی آرمانی میشه وقتی روی کاغذ باقی میمونه که ما شما تولید از بتیم موقعی که شما تولید آغاز میکنین تولید خود تولید آیت خلق میکنه و خود تولید است که در حقیقت حرکت میده از بین بردن فقر و دوباره این تولید است که دوباره سرمایه خلق میکنه و دوباره حرکت میکنین تمامی دنیا حرکت های تولید بس میکنن حتی جناب دکتر سبین ششتن خود تولید در حقیقت بسیاری امراض روانی را کاهش میده برای اینکه مسئولیت خلق میکنه و از این لحاظ است که باید این شعار کلانه باید از دست داد او شعاری که ما در قصد سرمایه تجاری را باید تقویه بکنیم و اساسا سرمایه صنعتی را از دست بدیم به این معنا که درست است که ما در قصد بازارهای مملو میشه که میدن چینا میدن امریکا میدن مثلا ایران و غیره ولی ما میدن افغانستان کار داریم بسیار وقت و دستان کارگرار کار داریم موقعی که چنین کار را انجام شد ما متوجه باشیم تنها متوجه پوانتونای شما نیستیم ما از مخالف چینی حرف زنی که هستم که مخالف بخش نیستم خو میخوایم که چی کنم یک چیز بگویم که خوشبختانه که در این 12 سال کار بالای منابع انسانی جوانی جوانا در تحصیلات عالی زیاد است ولی رایش تا اندازه رای مشکل است ما در وقت ما که بودیم یک پوانتون کابل بود یعنی 30 سال پیش و یک پوانتون نگرار که همون پوانتون نگرار هم فقط یک فاکولته داشت که او فاکولته شما عبارت از فاکولته طب بود و حالا شما 131 تا پوانتون در سراسر افغانستان دارین و 21 پوانتون دیگر دولتی شما دارین بسیار جالب است نه در هر کوچه شما چنین کار انجام میدین ما مشکلی که من پیش خدمت شما عرض کردم بود که موقعی که ما چنین حرکات را انجام دادیم وقتی که ظرفیت پم میکنین در بازار باید نقطه جذب ظرفیت هم ایجاد بکنین در غیر صورت نامانگی به وجود میاد و این نامانگی خراب میشه از این روز من میگم که هماهنگی به وجود بیاد نوع برنامه برنامه ریزی خاص برای جوانها صورت بگیره برنامه خاص برای استخدامش که چگونه میتونه به او رشته های تقویه شوه که ما میتونیم او را جذب از او قوی بسازیم در پالوی از او من کاملا مخالف از این کسای بعضی کسا میگه که مانع از رفتن بچه ها در بیرون شوین خارج من میگم بان که بچه ها خارج برن بان که فرزندان ما خارج برن با حلم نو آشنا شوند ولی دوباره برگردن متوجه هستین کسی که امیال خودش هم میگه قرار رو میزنه خودش از خارج اومده اون روز ما در سمینار کلان شته بودم میگفتم که برادران متوجه باشین که اولاداتون رو نمانین بیرون بره خودش از آمریکا اومده بود خود خودم چیزی را دیده که بله. گفتن نه خودش اومده دکتر اومده دکتر سم میفتم شنو وقتی که دکتر از این رفته بود که یک آدم الهی بود از این رفته خودم چی کرد دکتر اخو برده از این لازم ما میگ ظرفیت هایی که شما دارین ما فقط ثبوت کردن در دنیا چی از لازم سپورت چی از لازم ورزش چی از لازم هنر چی از لازم نوشتاری ما امیال بچه هایی داریم که از ایران آمدن از پاکستان آمدن جای دیگه آمدن آنچنان می نویسن
آنچنان می نویسن که یاد آدم نیمار یاد آدم برای یاد آدم میاد نه از این لحاظ من فکر میکنم یک کسی نیست خودشون هست و یا شاید ما نشکر باشیم من خاطر میگم که سلامت باشین حرکات ما روی تولید نه تنها تولید مادی بلکه حرفای معنوی را هم تولید بکنن که سلامت باشین زنده باشین مثلا تاستر هم او رو میشن و دید ترسنگ طرحی اگر طرحی چ وقند تولند د یمګی د پاره تولند پر مختګ د پاره مفید ګرځي او ځوانان کولای شي هغه طرحی په خپل ژوند کې وتوانیږي هغه د عمل جمع ور وغونې ترڅو دوی د ظرفیت په ډول فارم کړي بلان ډول څو طرحی دوستانو سره شریکوم په لومړي قدم کې خو یو استراتیجی باید په دې برخه کې جوړ شي د ځوان د ځوان د ځوان د واده د ځوان د انکشاف په اړه استراتیجی مشخصه نسته ځکه مثلا که یو سوال له دولت نه وسی چې 15 کال بعد تل 15 لکو دولس پاسو سره څه کوي دولت ته که زه یو پوښتنه سړی تر وکړي چې ته وروسته له 15 کالو له 15 له 2 میلیونه ماشومان لرو د اوس موږ په مکتب کې خدا چې فارغېږي 2 میلیونه فارغ لرو موږ به سبا ته یعنی د دولسم داسې وخت راځي چې د دولسم 2 میلیونه فارغ به موږ لرو دې ته د دولت استراتیجي څه ده مشخص استراتیجي متاسفانه د وزارت په نامه یو چای شته د ځوانانو د ځوانانو په نامه موینیت شته خو معمولا ما ډول چې استاد اشاره وکړه په سیمینارو په کنفرانسو مصرفي یو مشخصه استراتیجی جوړه سي خپل ځوانان باید هماهنګ سي همبستګي باید پیدا کړي پیوسته سي سره یو ځای سي روابط باید جوړ کړي خپل یعنی خپل ځوانان باید رسنۍ جوړ کړي خپل ټلویزیون جوړ کړي مسی جوړ کړي جوګان جوړ کړي خپل ځوانان باید جوړ کړي خپل باید مرکزونه جوړ کړي خپل باید فکر وکړي او خپل کار رامنځته کړي خپل ځوان زه شخصا امر ډول چې غرور یو شعر ویل دی بدل زه باید ادي مولانا دی یو شعر دویم باید ترته هم سي از خود به طلب هر آن چی که خواهی توی یا دی رحمان بابا چې خپل ځان کې خوند پیدا که که خوند غواړي له دنیا نه هسې مه وایه رحمانه چې بی خوند زمانه سو خود میتونیم خپله کولای سو چې کار پیدا کو له ټکنالوژۍ نه ما ډول چې استاد اشاره وکړه دا ډېر ښه استفاده کوی سو له سایټونه استفاده کوی سو ډېر ښه مارکیټینګ کوی سو بازار موندنه کوی سو نوي مهارتونه زده کوی سو یو محصل شکایت لري و زه څلور کاله فاکولته وایم خورسته له څلور کالو بیکاره پات کیګم ته په دې څلور کالو کې ول انګلیسي او کمپیوټر هم زمان نور سره زده کوي خدا دا خو ضرورت ده دا خو یو مهارت ده مجبور یې تو ښه خبر ده څلور کالو فاکولته وای تر څنګ انګلیسي او کمپیوټر هم په دې څلور کالو کې لګ لګ وای چې دومره تاسو د خپل پوانځي د فراغت جوګی سي ستات یو کار او دنده پیدا کړئ ډیر زیات مننه کوم استاد تشکر استاد سوی و هم ګرایی ده بر بچا بگوین خوب است که بچا یو چیز متوجه باشین که دشمن سخت تلاش میکنه که ما را به پارت های مختلف و به چیزهای مختلف تطبیق کنه از ایلاز یک همسویی و همگیرایی فقط یک افغان بودن چی هزاره چی پشتون چی تاجک چی پشتو زبان چی فارسی زبان چی ازبک زبان همه با هم حرکت کنیم ما جور میکنیم در غیر از 5 سال بعد همه ما برده میشیم 5 سال شما فقط چی دارین فرصت دارین 5 سال همه اطراف شما اتمی شده همه اطراف شما در آخرین نقطه فیزیک بلند شده ما را نداریم غیر از اینکه یا باید یک جا شویم حرکت کنیم یا باید تجزیه شویم بسیار تشکر میکنم سلامت باشید یا با یو کیگو کنه ور کیگو یا با بله کیگو کنه سلامت باشین تشکر شما هم تشکر کیدی به نام امرای ما بودین درون استان و داوود هیله ورکون کو غون د خبرون نړۍ چې نن کابل کې او په صورتون کو ورځو کې په جلال آباد ښار کې غلط هم د ځوانانو سره هم دا ډول دوی د ستونزو او د ځوانانو د استعدادونو په اړه باندې او د حل په لارو چارو باندې له دوی سره وغږیږو خدای وکړي تر اخره پورې د خپرونو په لړ کې موږ سره تاسو مل اوسئ تر بیا د خدای په امان